بحران حاد درونی رژیم بر سر شکست برجام ادامه دارد و در همین رابطه جواد ظریف پس از یک سخنرانی در دانشکده پلیتکنیک مورد حمله عناصر باند رقیب قرار گرفت. رسانه های باند روحانی در این رابطه نوشتند پس از پایان سخنرانی وزیر خارجه به اتومبیل ظریف حمله شد و برخی با مشت و لگد به خودروی وزیر آسیب رساندند. جواد ظریف در سخنان خود خطاب به باند رقیب گفته بود امروز در شرایط ویژه ای هستیم اشتباه در محاسبه بسیار خطرناک است چرا زمینه فرار سرمایه گذاران از ایران را فراهم می کنیم؟ این دعواهای سیاسی داخلی چه ارزش و فایده ای دارد؟ اگر ما به دیپلمات خود اعتماد نکنیم و بگوییم کلاه سرش رفته است چه نفعی حاصل می شود؟ نوبخ سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور ارتجا گفت برای جمهور آمریکا حاضر است که از 22 اردیبهشت از برجام خارج شود و به احتمال زیاد هم خارج می شود و ما باید منتظر متفاوت شدن اوضاع کشور باشیم. به در رابطه با پیامدهای شکست برجام افزود ما باید خودمان را برای بعد از برهم خوردن برجام حاضر کنیم. محاصره اقتصادی همچنان وجود دارد و وظیفه ما این است که آن را بشکنیم. معاون آخوند روحانی در عین حال گفت از تصمیماتی که تاکنون تحت عنوان برجام اتخاذ شده است می تواند دفاع کند در همین حال حمله به آخوند روحانی از سوی هر دو جناح رژیم در مورد ایراد گرفتن به اعضای کابینه خودش و ظاهر شدن در نقش اپوزیسیون اوج تازه گرفته است گزارشی در این زمینه. یک مهره باند مغلوب رژیم به نام احمدی درباره سخنرانی اخیر روحانی و ایراد گرفتن به برخی از وزرای خود گفت میگوید چرا مدیران قفل سکوت بر لب زده اند خب بسم الله قفل سکوت را تو بشکن این مسجد و این منبر یک مهره دیگر این باند خطاب به روحانی گفت روحانی در حالی که یک سال هم از دولت دومش نمیگذرد دست کم دو بار به انتقاد از اعضای کابینه خود پرداخته او قبل از انتخاب کابینه از پاشنور نکشیده هایی گفته بود که پیش بینی میشد در کابینه دوم حضور نخواهند داشت اما اوضاع به گونه دیگر پیش رفت اکنون سوالی که به اسخان متبادر می شود این است که چرا روحانی در چینش کابینه اش این گونه عمل کرد تا مجبور شود در همین مدت کوتاه به گلایه از اعضای دولت خود بپردازد ناصری از باند روحانی نیز گفت های روحانی پذیرفته نیست او باید دست به عمل بزند. یک سال از عمر دولت گذشت و هیچ اتفاق خاصی رخ خیلی ها به روحانی گفتند برخی وزرای دولت اولش را به کابینه جدید نیاورد. از سوی دیگر زاکانی نماینده سابق مجلس رژیم از باند خامنه ای با حمله به روحانی گفت هرچه هنر در هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد بود در روحانی جمع شده است. مهدی جهانگیری که در دهه 80 آه در بساد نداشت اکنون میلیاردر شده است دولت آخوند روحانی برای مقابله با تلگرام 15 میلیارد تومان به سه پیامرسان و حکومتی کمک کرد. به گفته معاون وزیر ارتباطات رژیم، اختصاص این بودجه به منظور رقابت با پیامرسان‌های مشابه خارجی صورت گرفته است. روز دوشنبه پیش دستگاه قضایی رژیم دستور مسدود کردن کامل تلگرام را ابلاغ کرد و تا کنون ایرانسل، رایتل و همراه اول این ابلاغیه را به اجرا درآوردند. در ادامه جدال در رأس حکومت آخوندی بر سر نحوی جلوگیری از استفاده ده ها میلیون نفر از تلگرام مشاور آخوند روحانی حسام الدین آشنا ضمن اعلام موافقت با کند کردن دسترسی کاربران نوشت اقدام موقت برای حذف تسلیحاتی چون استفاده از مزیت ترافیک داخلی به جای ترافیک بین المللی بسیار متفاوت است با فیلتر کردن کل تلگرام با اولی موافق و با دومی مخالفم یک عضو مجلس رژیم از باند مغلوب نیز گفت فیلتر تلگرام مغایر منافع نظام است امیدوارم مقامات تصمیم گیر در این زمینه همه جوانب را دوراندیشانه مورد توجه قرار دهند